آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. شنبه 16 سرطان 1401 هجری خورشیدی برابر با 7 ماه جولای سال 2022 میلادی مهمان خانه های شما هستیم. در آغاز به مناسبت حلول عید سعید اضحا تبریکات صمیمانه خود و همکارانم را خدمت هر یک شما دوستان و عزیزان در هر جای دنیا که زندگی میکنین تقدیم میکنم و به مناسبت حلول عید سعید اضحا جناب انجینیر احمدشاه درانی شخصیت مطرح سیاسی و ملی بیانیه عنوانی ملت افغانستان ایراد کرده اند که همکنون پیشکش حضورتان می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. السلام علیکم و رحمت الله. قدر منو هوادوالو در طول ندم خل تاسو طول تدلوی اختر مبارکی وایم. الله عز و جل دی در طول تاعتنا عبادتنا قربانی او حجنا قبول او مقبول وگرزه به سشقال افغانان پا داسی و حالت کلوی اختر المانزه چه صورت دم خل پا جنوبی ولایاتو که در زلزله او پا شمالی او نور ولایاتو که در سیرابونو لعمله از مشبسل ها و تنوال شهیدان او پزر ها و تپیان او بی کور اسول الله دی شهیدان و تجنت الفردوس تپیان و تعجل شفا متزرجین و تعجر او دا افغانستان مظلوم بلست دزر سبر و پنسیب کری بریر تاسف سرچی دا افغانستان پتمن بلس سشکالوی اختر پداسی و حالت کلمانزی چی شاید پا ملیونون و انسانانو نه تنها ده قربانی کول وسپنه لری بلکه سخت و اقتصادی مشکلات سر لاس و گریوان هم دی به زمن که افغانستان پر بین لری کچه هم ده هر وقت نزیاد پر یوین زیوائی حالت که قرار لری ده نره یو منطقی تحولات و طبقتو سر کچیری ده هواد قضیه تا یو بنیادی او عجل الارده حل پیدا نسی نو ده دی احتمال ستا چه خدای مکره یواد بمنور هم سترو چال شنو او گوا شنو سر مخامخ سی ولی چی پا دنیا که هیچ یو نظام دخپل و لست حمایت او با امنیلی تعامل نبغیر دیر دوام ندی کری او زوالی حتمی سوی. برادران و خواهران گرامی، در حالی که روزانه خبرهای نگران کننده و تکان دهنده از نقاط مختلف کشور میشنویم، یک بار دیگر می خواهم روشن بسازم که برای رسیدن به یک صلح پایدار عملی شدن کامل موافقت نامه 29 فوریه 2020 یگانه راه حل اساسی قضیه کشور ما بوده و از حمایت کامل ملی و بین المللی برخوردار می باشد. بدون تشکیل یک حکومت مسئول و فراگیر که از حمایت کامل مردم افغانستان برخوردار باشد راه دیگری وجود ندارد. خاطر نشان می سازم که سیاست انحصار، تجرید و تضعیف جواب نمی دهد و دوام آن تاریخ، جغرافیا، هویت و بقای همه ایمان را به شدت به مخاطره می اندازد که مهم است همه از بار مسئولیت دنیوی و اخروی این امر مهم تاریخی آگاه باشیم. وطندارانی عزیز، ملت ما شاید یکی از جوانترین ملت‌های جهان باشد. کشوری که
بیش از 51% آن را زنان و دختران و بیش از 65% آن را جوانان تشکیل می دهد که مقاطعه با این مجموعه کلان تقریبا 30 میلیونی از توان گروه ها و حکومت ها خارج است. بنان لازم است با حقایق این جامعه آگاه و مبتکر کنار بیاییم و متوجه باشیم که دوام سیاست های سلیقه‌ای و خودکامه کارگر نمی افتد و باید به خواست ها و نظریات این ملت سرفراز با در نظر داشت ارزش های اسلامی، ملی و فرهنگ بومی این سرزمین احترام گذاشته شود، زیرا تکرار اشتباه منجر به تکرار تاریخ می گردد. هموطنان گرانقدر، اطمینان داشته باشید که افغانستان کشور عزیز و خانه مشترک همه ماست و این کشور انشاءالله و پیش خواهد رفت و عقب گردی وجود ندارد. دلی به افغانستان، پاینده باد افغانستان. الله سیزدن راضی بولسن. و السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. برادر شما احمد شاه. سخن را از اینجا آغاز میکنیم. سخنرانی رهبر پنهان و پیدای امارت اسلامی برای اولین بار از کابل پخش شد. این سخنرانی بسیار مهم بود و به نظرم او نسبت به همه رهبران طالبان بهتر و عمیق‌تر سخن گفت. من او را یک سیاستمدار قوی اما پوپولیست یافتم. او میدانست که چی میگوید، چگونه سخن میگوید و چرا حالا میگوید. چرا من او را پوپولیست میپندارم؟ نخست معرفی سلطان اسلامی. او خودش را با سلطان یک سلطنت اسلامی معرفی کرد که پیام خدا را بر ساختارهای سیاسی حاکم میسازد. او گفت که این کار را به حکم خدا انجام میدهد و از این رو هیچ کس مانع او نمی شود و نخواهد شد. به این میگویند اوج عوام فریبی در سرزمینی که نگاه به دین یک نگاه به شدت عوام گرایان است. دوم برخورد با دولت. او خودش را همکاره امور خواند و نظر به حکم شریعت که در نزد خودشان موجود است ملاها را بر ساختارهای حکومت، قضا و سیاست، ناظران دین و ترویج کنندگان دساتیرش معرفی کرد. او تئوکراسی و مؤسسه دینی را بر حکم خودش از نام اراده خدا و مردم معرفی کرد. این روش نیز اوج عوامگرایی را به نمایش می‌گذارد. سوم چتر برای بمعتوم. او به جهانیان اعلام نمود که اگر بمعتوم را بر سرش ریزند او دو مورفه بلایی را معامله نخواهد کرد. حکم شریعت چتر حمایت ما حتی از بم اتمی است. در دنیا کافران از مر سر جنگ پر مزکا بانی نو پر پیسو بانی نو پر یوشی نو از جنگ از مر سر جنگ در نظریه جنگ و در عقیده جنگ و چه در از مر نظریه و از مر عقیده خاموش در ده جهاد آواز خاموش کی، در ده شریعت آواز خاموش کی. آقا جنگ رسول پایده ندرسه داره و جنگ روان کی تو یاد القیامه پوری هم نرسی جهازان یا خصمان نخت سمو فی رب بهم داد و جمعتون روان کی نزد ده پریدم چه ده اخبر قانون رسه ناپیس کی ندر ما پریدی چه زخبر قانونی شده ناپیس کن در مال داده مقابله ده تر مرگ پوری رزمه پنی آباد پر بل رجی آقا پا پیده مقابله که سر بورکی ازمه مقابله پا بل رجی سر بورکی بل برس ما سالم ناهم موز حرب ناهم موز رجی سلیم سالم نده کرده چه کم وقت بر جنگ سره شروع کردی مسالمه من نده کرده یعنی هبا تکی چه زمان رو دادی پر معبیز که دی اسلام و دی کپر مقابله دی پاگه که هیچ کسم نو مسالمه که دایسی نسویده نو کامل. حالا شما تصور کنید در جامعه که نگاه مردم به دین از چند بره ملا و آخوند و چلی نرهیده است این واژه ها چقدر عوام پسند هستند. جامعه که نقد دینی و
روشن فکر دینی را بر نمیتابد. این سخنان بدل عوام چنگ میزند. چهارم، ملی‌گرایی پوشالی. کسی که قندهار را به مرکز طالبانیزم در آورده، تک فکری، تک گروهی، تک جنسیتی و تک باوری را بر همه تحمیل میکند و میگوید که به احترام علما به کابل آمده است و اگر این کارزار در بدخشان یا پنجشیر دایر شود آنجا نیز می رود. شما لحظه ای تصور کنید که این سخنان به چه اندازه عوام فریبان است. آیا ملی‌گرایی با این ویژگی هایی که رهبران و فکر طالبان دارند برآورده می شود؟ پنجم، سیاستمدار پنهان. او در بخش از سخنانش می گوید من خو به سیاست و حکومتداری نمی فهمم، اما امارت اسلامی با توکل به خدا زندگی مردم را بهبود می بخشد. این روش سخنرانی که در چهار مولفه بالایی خود را به سلطان همه امور و حتی امیرالمومنین مسلمانان جهان تلقی می کند، یک باره با حکومت و سیاست طرفه‌گویی می کند. این روش برای شنونده‌ای که از سیاست آگاهی ندارد بسیار جذاب به نظر می رسد، در حالی که به شدت تزویر را به نمایش می گذارد. به نظرم سخنرانی ملا هیبت الله زیادی از مسائل را در شرایط کنونی روشن ساخت، اما این سخنرانی شاید در تاریخ معاصر به یک ابزار خطرناک برای آینده دشوار افغانستان تبدیل شود. معرفی چنین تصویری از ملا هیبت الله کار جهانیان را با افغانستان مشکلتر خواهد ساخت. اما یک چیز کاملا روشن در این سخنرانی وجود داشت: رهبر طالبان در پهلوی پیام سخت گیرانه با جهان پشتوانه محکم نیز با خود دارد. استخبارات عاشق چنین رهبران و چنین سخنرانی های عوامگرایانه هستند. این رهبران با دو سرنوشت مواجه می شوند: اول، ادامه سیاست و دین با حمایت پنهانی، دوم، عدول از حکم حامیان پنهانی و سرنوشت مرگبار. پس از بگومگوها سرانجام گردهمایی بزرگ آلمان دین رسماً کلید خورد. ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای امارت اسلامی در آغاز این گردهمایی خواستار پشتیبانی نظام از سوی آلمان دینی شد. روز نخست گردهمایی پشت دروازه های بسته و بدون پوشش مستقیم رسانه‌ها برگزار شد. در اسلامی ملکونه در دیدش که دیگ سرائیو زیسی او در دنیاوان در کفار تدیوش کارکیچ ای کفارو مرسلیو مکیو نور مسلمانان او در نبی علی صلات و سلامه ویدی چی در مسلمانان در سرائیو مرتی در بدیوش کارکی که بعد دیقاکر نخواه تک و سوزیزی مواره. تالار لوی جرگه همواره مکان تصمیم گیری بزرگ در سالهای پسین بوده و در حال حاضر نشست بزرگ از علمای کشور را میزبانی می کند. 3500 تن از آلمان دین و بزرگان قومی از سراسر کشور به شمول 70 نفر از افغانها مقیم پاکستان و 30 تن از ایران و نمایندگان اهل هنود در این نشست شرکت کردند تا چشم‌انداز برای آینده کشور از بحر بیرون رفت مشکلات کنونی ترسیم کنند. پاکستان هیواد که زموږ زیات مهاجرین میشتي لغوز هم اویاتنه غالبا راغلی دي او در از ایران هیواد که زموږ زیات مهاجرین میشتي لغونه هم شلکه دستنغونه هم راغلی دي او نور په هیواد کې بیلا بیلو اکناف و ولسوالی و قارون و ولایت سخب کردون که کرده. شما از مقام های امارت اسلامی برگزاری این نشست را برای مشروعیت ملی سودمند دانسته و همچنان آن را در مورد رسمیت شناسی و تعامل با جهان اثرگذار می دانند. شما از آلمان دین هم بر تامین امنیت، وحدت ملی و صلح و ثبات در کشور تاکید کرده می گویند مخالفان نظام کنونی باید سرکوب شوند. باید مجموع علمای سرتاسری افغانستان به این نتیجه و به این فتوا باید همه صدا بلند بکنن. کسی که در مقابل حکومت اسلامی ما قد علم میکنه باید سر زده بشه از بین بره. حق حساسیتونه چی؟ مرد در نروان سر لرو یا دلتر در گاونده سر لرو او هغه تشویشونه چې دنیا از مشتخه لري او ځینې غوښتنې چې مشروع غوښتنې هغوی لپاره ټول لپاره مثبت جواب پیدا کړو او په یوه ژغ باندې دا بدرګه کړو
نو زه فکر کوم چې نړیوال مون ور باندې قانیس ټول داسې خلک دی لکه افغانان خپل افغانان دي متاسفانه مونږ داسې دغه جرګې درلودلې لیکن داسې خلک به غوی ته انتخابېدل چې هغوی به 89% به بهرنی تړاو درلوده ولسي تړاو به یې نه درلوده دې څوک به و چې هغه به له کابل ښاره بهر وتی نه شو د دایکندي د روزګان او د ننګرهار او د هرات او د مزار استازې به و لیکن له کابل به وتی نه شو. اینگونه که شمار دیگر از مقام های امارت اسلامی میگویند برگزاری نشست فاصله میان مردم امارت اسلامی را کاهش میدهد. بهرنی مشروعیت هم کارون برو که انسان تراسی لیسانی امارت در اصلاحی نظام بس یا مشکل نداری شعبه در بهرنی مشروعیت پر یا خندی البته چه خلق انصافی که اخوزان خبره ده خدای رو شده چه درست مهم آبان ده چه در افغانستان مخبر پکشده که علمه کرام پکشده که عدود دی نظام تایید بود که در به بهرنی مشروعیت رجبور تا دور برابر که انتظارها از این نشست بیشتر بر بازگشایی مکاتب دخترانه گره خورده است. مردم بیشتر خواستار این هستند که در کنار دیگر مسائل کشوری فیصله کنند تا در به مکتب‌های دخترانه باز شوند. دوستان ارجمند هموطنان گرامی، از آوارگی گفتیم، از بیچارگی گفتیم، از تزویر گفتیم، از عوام فریبی گفتیم، از جنگ گفتیم، بسیار گفتیم، روزها گفتیم، شبها گفتیم، ساعتها گفتیم. و ما میبینیم که هر روز در بخش از کشور ما یک بدبختی تازه ظهور میکنه. از میان صدها آواره جنگ بدخواب، بیش از 100 خانواده پس از چندین شب و روز پیاده گردی برای زنده ماندن به حومه های شهر مزار شریف پناه بردند و حالا در وضع بسیار بد معیشتی قرار دارند. شماره از این آوارگان که به دلیل مشکلات امنیتی میخواهند هویتشان فاش نشود میگویند که ترس از قتل عام و آزار و اذیت طالبان سبب شده تا این وزرا انتخاب کنند. رستم اسم مستعار، یکی از بیجا شده های بدخواب، قصه های زیادی از دشواری ها دارد و میگوید که 8 شبانه روز کامل را در میان دره های سخت گذر بازن و فرزندانش سپری کرده تا خودشان را به حومه های این شهر برسانند. او میگوید که شاهد چور و چپاول خانه های مردم بوده و از ترس این که مورد آزار و اذیت قرار نگیرد ناگزیر شده خانه و کاشانهش را رها کند و به بلخ بیاید. همیشه از کشتار افراد ملکی گپ زده میشد. طالبان هشدار میدادند که به طفل بلخابی هم رحم نکنید، ما هزارها خانواده ترسیدیم و به کوها، دره ها و بیابان ها آواره شدیم. این در حال است که از کشتار غیر نظامیان به دست نیروهای طالبان در بلخاب گزارش های زیادی منتشر شده است، گزارش هایی که هویت این افراد را نیز تایید می کند. حدیثا یک از آوارگان بلخاب می گوید گزارش هایی که از کشتار غیر نظامیان نشر شده حقیقت دارد. در روستای ترخوچ مثل سایر مناطق بلخاب قتل صورت گرفته است. نزدیکان ما را یک مرد پیر بود با دو نواسه‌اش کشتند. از یک خانواده دیگر 8 نفر را کشتند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در هفتم ماه سرطان در اعلامیه‌ای گفت گزارش ها، شواهد و مدارک موجود نشان می‌دهد که گروه طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شماری از افراد ملکی غیر نظامی را تیرباران کرده، تعدادی از خانه های مردم ملکی و بی‌دفاع محل را به آتش کشیده، اسیران و افراد تسلیم شده را به قتل رسانده، بر اماکن غیر نظامی حملات و بمباردمان های هوایی انجام داده، سبب کوچ و بیجا شدن خانواده ها از قریه هایشان به کوههای دشوار گذار شده، خطوط تلفنی و اینترنت را قطع کرده و راه های مواصلاتی این ولسوالی را مسدود کرده است. منابع در صحبت با اطلاعات روس، یک از روزنامه‌های مستقل چاپ کابل گفتند که حالا کشته شدن نزدیک به 60 غیر نظامی از سوی طالبان در بلخاب تثبیت شده است. منابع در ولسوالی بلخاب نیز در صحبت با همین روزنامه گفته بودند که بیش از 50 غیر نظامی از سوی طالبان کشته شدند. این آمار در تاریخ هفتم ماه سرطان با روزنامه اطلاعات روس شریک شده بود.
و حالا منابع میگویند که شمار غیر نظامیان کسای طالبان بدون دلیل کشته شدند افزایش یافته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل یا یونیما گفته است که در حال پیگیری گزارش های نقص جدی حقوق بشر در برخواب ولایت سرپل در شمال افغانستان هم. با این وجود اما این گزارش ها همواره از سوی سخنگویان گروه طالبان رد شده است. ظلم طبیعت افزون به ظلم طالبان بر باشندگان بلخاب، طبیعت نیز بر آوارگان رحم نکرده است. منابع در صحبت با روزنامه های خارجی گفتند که در مسیر راه های دشوار شاهد جان باختن چندین کودک زیر 5 سال در اثر شدت سرما و گرسنگی بودند. یک از آوارگان بلخاب که حالا در همای شهر مزار شریف به سر میبرد میگوید یک زن با کودک خود از کوه افتاد و جان داد، 3 کودک دیگر نیز پیش چشمهای خودم از گرسنگی و سردی هوا تلف شدند. منبع دیگر میگوید که یک مادر با 2 دخترش نیز به دلیل سرما و نداشتن غذا زندگیشان را از دست دادند. متاسفانه یک مادر با 2 کودک که هر 2 دختر بود در ایلاق شاخدار در اثر گرسنگی و سرما جان دادند و یک مرد مسن نیز در ایلاق در یک کاولنگ از گرسنگی جان داده است. منبع می افزاید که طالبان حتی مانع رسیدن شماری از مریضان به روستای هوش در شفاخانه شدند، مریضانی که حالا از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. منبع اضافه می کند از باشندگان آواره 13 روستا در بلخاب که به دلیل محاصره گروه طالبان راه فرار نیافته و به کوههای نورسوالی متواری شدند کسی چیزی نمی داند. نوارهای تصویری منتشر شده از آوارگان جنگ بلخاب نیز نشان می‌دهد که این آواره‌ها بدون داشتن سرپناه و بدون دریافت کمک در دامنه کوه‌ها در وضع نهایت دشوار به سر می‌برند. در کنار این منابع می‌گویند که شماری از خانواده‌ها هنگام فرار کودکان خردسال و سایر اعضای ناتوان خانواده‌هایشان را جا گذاشته و یا هم در مسیر را به دلیل راه‌های دشوار از آنها جدا شدند و حالا اطلاعی از آنها ندارند. غرش چرخبال طالبان در آسمان بلخاب برای بمباران و شناسایی اهداف در زمین. هلیکوپترها در چندین نوبت ساحات را در مرکز ولسوالی بمباران کردند، از جمله خانه مسکونی مولوی مهدی مجاهد را. افراد نزدیک به مولوی مهدی میگویند طالبان با بمباران متواتر ساحات مسکونی قوانین جنگ را نقض کردند. و چیز دیگه این طالبان مرتکب شده و عبارت از نقض قوانین جنگ و انجام جنایت جنگی علیه بشریت است، زیرا در هدفگیری های هوایی امروز پی چندین نوبت علاوه بر منزل مسکونی جناب آمیر سید مهدی مجاهد چندین خانه مسکونی دیگه که در اطراف قریه وجود دارد نیز مورد هدف قرار گرفته است. به گفته منابع محلی طالبان با آتش سلاح‌های سنگین از مسیر قمکوتل تا بازار کهنه این ولسوالی پیش رفتند، اما در ضد حمله نیروهای مولوی مهدی عقب نشینی کردند. جنگ شدید در شمال ولسوالی بلخاب و اطراف آن همچنان ادامه دارد. انشاءالله ما خطی مردم یک مشکل نداریم، ما آمادگی خود داریم که با مردم بلخاب رویه نیک داشته باشیم. افراد مولوی مهدی مدعی شدند که تلفات سنگین به طالبان وارد و شمار از تانک ها و رنجرهای طالبان را نیز به دست آوردند. منابع محلی گفتند که طالبان در حال تجدید قوا هستند و شماری از جنگجویانش را از بامیان و سمنگان به ولایت سریپول اعزام کردند. چند قبل شورش اعتراضی مردم فاریاب به شدت سرکوب شد و حالا اطلاعات رسیده حاکی است که 60 جنگجوی ازبک هم برای حمایت از مولوی مهدی وارد سریپول شدند. افزایش این نیروها خبر از گسترش جنگ می دهد. کوهستان‌های بلخاب فعلاً به مرکز تقابل میان گروهی تبدیل شده و چشمانداز پایان این جنگ روشن نیست. ازدواج اجباری افزون به مرگ در اثر گرسنگی و گلوله تفنگ طالب پیامد دیگر این جنگ ازدواج اجباری کودکان دختر است. منابع از بلخاب می گویند که
شماری از خانواده ها به منظور جلوگیری از تعرض جنسی نیروهای طالبان به دختران، دخترانشان را وادار به ازدواج اجباری کردند. شماری از خانواده های آواره دختران جوانشان را از ترس اینکه از سوی جنگجویان طالب بی‌عفت شوند و یا مورد تجاوز قرار بگیرند بدون رضایت آنان وقت مردان درآوردند. این در حالی است که بر اساس معلومات ارائه شده منابع، بیشتر آوارگان جنگ بلخاب زنان و کودکان هستند. مریم یکی از آوارگان جنگ بلخاب که گلویش را بغض گرفته میگوید برای نجات و حفظ عزتش از بلخاب فرار کرده است. ما برای نجات عفت و عزت خود فرار کردیم. میشنیدیم که طالبان در جستجوی دختران کلان و خانمهای جوان بودند. منابع میگویند که نهادهای امدادرسان به شمار زیادی از آوارگان تا کنون هیچ کمک نکردند. عکس ارسالی که توجهم را جلب کرد، نماینده فاجعه انسانی دور از چشم مردم، هرچند به دلیل وضع محدودیت بر رسانه ها توسط طالبان آمار دقیق از بیجا شدگان بلخاب در دسترس نیست و وضعیت حقوق بشری بیجا شدگان کمتر رسانه‌ای شده است، اما نوارهای تصویری منتشر شده نشان می‌دهد که آوارگان حالا به خدمات صحی ابتدایی دسترسی ندارند و در نبود آب آشامیدنی صحی و نبود غذا خاک می‌خورند و روز می‌شمارند. به گفته منابع با این وجود تاکنون هیچ سازمان امدادرسان به آوارگان جنگ بلخاب که به شکل کتله‌ای در ولایات بامیان و بلخ بسر می‌برند نیز کمک رسانی نکرده است. منابع از سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که به دور از هر گونه تبعیض و سهل‌انگاری و برای پیشگیری از وقوع فاجعه انسانی دیگر در میان آوارگان جنگ بلخاب به داد آوارگان برسند. در همین حال کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان با راه اندازی کارزار نهادهای امدادرسان می‌خواهند که به وضع زندگی آوارگان بلخاب توجه کنند. این کاربران میگویند که سازمان‌های امدادرسان نباید از رویکرد انتقام جویانه طالبان در برابر آوارگان جنگ بلخاب متأثر باشند و به بیجا شدگان کمک نکنند. حالا از مولوی مهدی صحبت میکنیم. مولوی مهدی تنها فرمانده هزارتبار طالبان بود که پس از تسلط این گروه بر افغانستان به عنوان رئیس استخبارات ولایت بامیان گماشته شد و پس از چند ماه از این سمت برکنار شد و سپس به بلخاب رفت. ملا مهدی از رهبری طالبان به دلیل یک قومی بودن حکومت این گروه و حاشیه راندن اقوام دیگر ناراض شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده او خواستار حضور عادلانه هزاره ها در ساختار حکومت بود. با این حال طالبان چندین بار برای گفتگو و دلجویی از ملا مهدی به بلخاب هیئت اعزام کردند، اما این هیئت ها بدون هیچ دستاوردی به کابل بازگشتند. ملا مهدی بار به هیئت اعزامی طالبان گفته بود که دیگر با این گروه کار نمی کند و می خواهد به عنوان یک تابع عادی در بلخاب بماند. منابع در بلخاب قبلا در روزنامه های اندپندنت و همچنان گاردین گفته بودند که هیئت‌های طالبان هیچ سخن تازه‌ای برای به نتیجه رسیدن مذاکره با ملا مهدی ندارند و تنها از او می‌خواهند که به کابل برگردد. ملا مهدی این خواسته طالبان را رد کرد و در نهایت به تاریخ اول ماه سرطان حمله طالبان برای سرکوب او آغاز شد. در جریان چهار روز درگیری در ولسوالی بلخاب، طالبان مسیرهای مواصلاتی به این ولسوالی را مسدود و آنتن‌های مخابراتی را قطع کردند. این گروه با تصرف خطوط دفاعی نیروهای ملا مهدی وارد مرکز بلخاب شدند و از آن زمان تا کنون گزارش‌های متعدد از بازداشت، شکنجه و قتل غیر نظامیان از سوی طالبان به نشر رسیده است. نمیرسه کاکا مریضه خانوما، یکی دیر از ولادت کرده در روزی بعد برده دابادی این شب که همهش باد کرده، یکی دیگه هم ولادت کرده نی بود دیشب رئی کرده، یکی دیگه هم اینا ولادت میکنه
که چی نداریم، نه شو پشت داریم، نه نان داریم، نه چای داریم، نه یه خاشق نداریم. همه مشکل داریم. بچه های ما پای شدید نگاه این رازه نگاه کن، اون بچه ها رو نگاه کن، خود میره نگاه کن، بچه من مریضه، تازه از دکترم رو همه دوا جای مانده، خود ما فرار کردیم، دم همه خلاص کردیم. همه مشکل داریم. بنامینه ما که هستی همه ما مشکل داریم. یعنی مشتکای ما پاک این راز نوایی ناره نگاه که کاکا دیگایش کجایه؟ یک کم اتم که نی هستی خدا با خبوی مرد شوهر ما مونده باید شوهر ما آره پایی مونده این مرد دنزده نده دوره هم نده باچه هم نده باچه هم نده باچه هم نده هر کس نده خوره کشیده. اینان باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سریپولند، مردان، زنان و کودکانی که از ترس جنگ‌های بلخاب خانه و کاشانشان را ترک کرده و به کوها پناه بردند. بیجا شدگان میگویند که با وجودی که آنان افراد ملکی بوده و هیچ غرض به درگیری‌های طرفین نداشتند، اما از ترس درگیری‌ها و تلف شدن اعضای خانواده‌شان خانه و کاشانشان را ترک کرده و در وضعیت بدی اکنون در دامنه کوه‌های بلخاب به سر می‌برند. مشکلات ما این است که ما مردم تقریبا مدتی 5 روز میشه که از طرف بلخاب مهاجر شدیم. دیگه از 4 طرف بلخاب سر بلخاب حمله شد و ما دیگه دیدیم که صحنه جنگی است و دیگه وضعیت بلخاب خیلی خراب بود. خیلی زیاد تلفات هم مردم بلخاب داد و کشیدیم خودم دمی کوه و کمر. اینو 4 روز میشه که ما دمی بندا و دمی دشتا چیزی نداشتیم، مسائلی نداشتیم. ما مشکای خود است یا سرای خود مثلا بهش انتقال دیم، پیاده از هر کده پیش کده به می رقم ما خدا را داریم مسیر رساندیم. اینجا هم یک 4 تا خانه که از قومای از آرچشمه ما بوده اینجا آوردیم، اینجا پناه آوردیم. دیگه مشکلی که ما فعلا مشکلی که داریم مواد غذایی نداریم. دیگه سیاسرهای ما اولادت کرده نیست در کدوم مرکز سیهی دیستسی نداریم. دیگه لحاظ خوراک و پوشاک و این چیزا نداریم که سیاسرا لوج هستن، اشتکا لوج هستن، مردم تو لوج هستن. شب دینمی قرای کوه نمیدو یک پناه سر پناه میکنین سری ما پناه شما یک دو روز. دیگه کلی جماعتی کمی جاست، کلی مردمی کمی جاست و میبینه باید داد ما برسه. اگر دولت است، اگر کوهمک است، اگر مردمی ماست، باید داد این مردمی جنگ زده داد این مردمی ماشید برسه. یه اشتکای ما بیشتر روزی بعد است، سیاسرهای ما داره دیگه بعد از مریضی داریم. نمیجا مریضی داریم داخلی نمیدرک 4 خانه که از قومای دوزان چشمه ماست. نمیجا آمدیم این مسلمان ها پس خدا نشان در قشلوغ رفته همین یک 4 تا خیمه که داره برای ما یلا کده. ما همینجا یه قدمی سیاسرها و قدمی مشتکا همونجا میگم اکثرشان پناه شد امینا را یخ نزنن. یه سیاسرهای ما دیروز یک دوسته تایشان ولادت کرد در روزی بعد بسیار در حالتی بد گرفته از اون طرفی قشلاق بردن که دیگه معلوم نیست اونا چی میشه. دیگه یک تعداد مردمی ما که گم هستن، نه از مردهشان احوال داریم، نه از زندهشان احوال داریم، از هیچ چیزیشان احوال نداریم. که این یک هستیم، نه یک ساحه هستیم که آنتن باشه ما زنگ میزنیم، نه یک ساحه هستن که ما دیستاسی در گاباتی و در دوکان و در کجا داشته باشیم. دیگه مشکلی ما رو میبینید اینجا، دیگه از مشکلی ما آگاه هستیم، خودتان میبینید. دیگه باید داد ما برسید همین مردم، همین اشتوکا، همین سیاسرها، همین ها کمی جست باید داد این مردم برسید. دیگه این مردم چی کنه؟ 4 شبان روز، 5 شبان روز میشه که از کوب پای پیاده اشتوکا سیاسرها و اشتوکایشان در پشتشان پای پیاده از کوب و کمر و از تاس یعنی میتیر منزل زده آمده. کلگیشان از پای ماندگی از پایشان حوله کده. شبی تاریخ این الله امنی الله باید پوش کرده، باید دیشی گرفته، باید خردولاق و شوار کرده، باید نداشته نمیسی کار پنج شو گرفت شده که آمده دینیم منطقه رسی نیال بیاده تمام مشکلاته. نه مواد غذایی داریم، نه لباس شفاوی داریم، نه لباس جان داریم، نه پای کوش داریم. اما تو وقتی که خانه گریخته درهای خانه را بست بست بسته بس در خانه باید بسته نداره. بعد اینکه اگه خر داشتم اون منه گو خانه مانده بعد اینکه داشتم داشت پس کرده یله کردم باید کشت کار اینه می که همه مایی دایی در بدر اینو بیا علی بیا نه سرپناه نه دیگه این مسلمان ها اینجا کامه اینجا قوم ها اینجا رم بیاده صد تکلیف یکی بیاده میر یک چار پوارد میر یکی میر بیاده ریتوزم یک کمپل بیاده یکی بیاده یک کالا بیش شو کش میر اینه می که حتمی این مشکلات در بدر دیگه اینه می که بیاده زنا بیاده بیاده دو ولادت چنده چند چرده چند دیر دو ولادت کرده چند این که مشکلات اینه گرفتاری اینه می که روزبار هستون دیگه که نال بیاده خدا که شما رو بیاده رو میگه رسند ندتار از ما شما برسید یا ما بیاده کوی بیا با زینی سخت آزما بلند بیا ما دیگه چاره نداریم یا گونه
رای گوید در نه دیشی شکست یعنی که ما نه این دیگه نیدید از خدا شیمه بزرد که این طفلا جایش دهی کونیست که دهی رقم زندگی دهی رقم وضعیت دیگه اینا مواد خوراکا نداره چیزی نداره که در سر خود بکشه چیزی نداره قدش بخوابه دیگه غذایی نداره اینا بخوره یه چیز نداره دیگه که اگر پدرش داشتم که در سنه جنگ فقط اینا را کشیده بیرون دیگه چیز نکشیده که اینا بخوره چند فامیل هست اینجا؟ 9 نفر هستیم از یک خانواده؟ از یک خانواده 9 نفر هست خود سرپرست خانواده؟ سرپرست خانواده خودی هست گاومال چه خانواده؟ گاومال ما یک دانه مدگاو داشتیم اما هم در گاوخانه هم اینجا مانده دیگه درش هم سرش کنه سرش پیش هم تو که مانده و مانده دیگه این خانواده ها تأکید میکنن که آنان افراد ملکی بودن و هیچ غرضی در درگیری های بلخاب نداشتن فقط برای حفظ جان خود و خانواده هایشان از درگیری هایی که در بلخاب به وجود آمده بود به کوها پناه بردن اما بر گفته آنان شماری از اعضای گروه تا موتر، موتورسیکل و حتی وسایل خانهشان را برده و مدعی شدند که کسانی که خانه هایشان را ترک کردن حتما افراد مولوی مهدی بودند. اما بیجا شدگان میگن آنان هیچ رابطه با مولوی مهدی نداشتن و هیچ یک از اعضای خانواده هایشان نیز با مولوی مهدی نبودن اما برای اینکه جانشان در امان باشد به کوها پناه بردن این بیجا شدگان از مسئولان گروه تا میخواین وسایل خانه، موتر و اموال شخصیشان را دوباره برگردانند زیرا تمام وسایلی که این خانواده ها از دست دادن مربوط خودشان بوده و ملکیت شخصی است و نه ربطی به مولوی مهدی دارد نه ربطی به مسئولان گروه تا و نه ربطی به ولسوالی آنان از نهادهای خیریه و مردم میخواهند که با بیجا شدگان در این شرایط سخت همکاری کنند خوش آمدیم ما مردم مهاجری بلخاب از روز پنجم است که مهاجر شدیم از بلخاب اگر خانه داشتیم، مال داشتیم، گو داشتیم، موتر داشتیم، موتور داشتیم، دکان داشتیم همه رفت از گیر ما موتورسیکلا را بار کرد، موترها را گرفت، همه را برد ما از خانه بر آمدیم با یک دونه کورتینی جان خواه آمدیم در بیغ کو اینمیجا زندگی میکنیم یک چند خانه هم سایه است اینمینا برای ما یک تعداد مواد خوراکه یک چیزی یا برست یا نرست اینمیجا بسیار به ذلت سر میبریم گوشنه توشنه هر چی داشتیم امارت بار کرد در موترها بر طرف خود خواه پیسه داشتیم دکان داشتیم هر چی داشتیم برده بعضی در بینگری برادر از گفتی در پای شکسته در شکسته اینمیجا آیی دایی در بدر در اینمی منزل رسیدیم اینمیجا اینمی چند خانه که اینمیجا هسته دست از اینا در نکنه که با ما یک همین قدر امرایی کرده که اینمیجا ما یک دو روز هست که سر ما اینمیجا پناه شده اینمیجا شیشته ایم که بینگریم که از خدا چی میه بهترین روز آمده که عیحتای محترم در ما رسیده اینجا ما ببینیم که نه خیمه نه آر نه نان نه کف نه زندگی هیچی نداریم اینمیجا در بدر وایی دایی اینمیجا رسیده ایم ببینیم که عیحتا با کدام حد با ما کمک میکنه با ما رسیدگی میشه که ما از مشکلات رفت شیم خدا اینجا فیلان چند فامیل هستین اینجا؟ در همین خانه تقریبا 15 فامیل 20 فامیل اینمیجا نشسته هستیم بدون از خانه که در اونجا هسته همین ما اینمیجا 15-20 خانه در همین خانه نشسته هستیم که اینمی خود میبینی روی دشت کلگی آواره اینمیجا در بدر نشسته هست وضعیت اطفال چه رقم هسته اینجا؟ اطفال ها خیلی از یاسی هایش مریض وایی دایی یک دونه بچه هم که بیچاره از که افتاده دست و پایش هم آوار اینمیجا گشته نمیتونه کجا هستم؟ مادر هستم بغل کرده خود من برادر از که افتاده دست من شکسته پای من آوار اینمیجا برادر طالبان می باید از کاستی های پند می گرفتن که باعث تخریب نظام جمهوری در افغانستان شد دو مورد که حکومت نامشروع امارت اسلامی گروه طالبان را نسبت به نظام جمهوری برتری می داد همانا تأمین امنیت و سران عاری از فساد مالی و اخلاقی بود ساحه جمهوریت که در امور امنیتی هر روز تنگتر می شد و فساد اداری و اخلاقی که حتی اتاقهای اداری ارگ ریاست جمهوری را بدنام کرده بود از خلاهای کلیدی ایجاد نفرت و فاصله بین دولت و ملت محسوب می شد که این دو ضعف باعث سرنگون شدن حکومت با ریشه های تنیده گردید.
این روزها بر اساس درخواست و حمایت کمیسیون دعوت گروه طالبان، حدود 10 تن از افراد بدنام و فساد پیشه حکومت جمهوری از خارج به افغانستان برگشتند تا تعامل فکریشان را با طالبان نشان داده و ماموریت حکومتداری را با تغییر شکل ظاهری خیش و آراستن براوش طالبان به پیش ببرند. همچنان طالبان با لشکرکشی بر مناطق پنجشیر و بلخاب امنیت را مختل می نمایند که با این حال طالبان خود حاشیه فربه‌تر از متن برای جمهوریت خواهد بود و ادامه وضعیت بر روال کنونی باعث می شود که مردم به اوضاع حکومت جمهوری شاکر باشند. نبود سیستم مجازات و مکافات، عدم شایسته سالاری، حاکم بودن روابط بر ضوابط، فساد اداری مالی و اخلاقی، شفافیت نمادین، حکومتداری وابسته، کش و قاچاق مواد مخدر، محاکم مصلحتی، استفاده از کاروان موترهای زیری، تعداد محافظین، ماشای گزاف، دسترخانهای رنگین، اختلاس گمرک‌ها، عدم پیگیری جرایم خودی، رشوه ستانی، ترور و مجازات به سبک محاکم صحرایی، محدودیت آزادی بیان، سانسور رسانه ها، فرار مغزها، جذب افراد فساد پیشه و بدنام، نبود دانش و پلان توسعه اقتصادی، حاکمیت فقر، غیر مسلکی ساختن پوهنتون ها، حمایت قبیلوی از گروه های زورگوی، انزجار اقوام و افتخار بر یک قوم، دست زدن به نفاق های مذهبی و ایجاد شکاف های برخواسته از عقیده، از جمله مواردی هستند که پای امارت اسلامی را در برقراری عدالت ضعیف و متزلزل نشان می دهد. در میان مشکلات فوق، مردم کابینه امارت اسلامی را دور از فساد می دانستند که مهارت تامین امنیت را نیز برایشان امتیاز می دادند. ولی هرگاه نظری بر ناامنی افغانستان در آن زمان، یعنی دوره جمهوریت بیندازیم، در می آویم که عامل اصلی ناامنی نظام جمهوری همین طالب ها و تروریست هایی بودند که به خاطر رضایت استخبارات کشورهای همسایه، مخصوصا ایران و پاکستان، دست به حملات انتحاری، قتال ترقی و ماینگذاری می زدند. امروز که امنیت در ساحه حکومت نسبتا تامین است، دلالت بر عدم اخلال توسط خود طالبان دارد. حملات انفجاری و انتحاری که در این روزها صورت می‌گیرد با الهام از عملکرد گذشته طالبان توسط گروه‌های تروریستی دیگر است. جلب فساد پیشه‌ها و سران اختلاسگر برای اعضای امارت اسلامی الگویی از استفاده بیت المال به نفع شخصیشان خواهد بود. دعوت اینچنین افراد شکاف‌های قومی ایجاد شده توسط طالبان را برای جهان برملا می سازد. همه افراد دعوت شده به اتهام اختلاس های میلیونی، حیف میل پروژه ها و بودجه های دولتی، انجام جرایم سنگین و دوسیه های وزین جرم، فرار را برقرار ترجیح داده بودند که در این روزها امارت اسلامی با جبین باز از ایشان به خاطر اخذ مشروعیت حکومتداری پذیرایی می کند. جالب اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق این افراد متعلق به یک قوم است که طالبان نیز از آن قوم برخواستند و برچسب قومگرایی به ایشان زده می شود. به طور مثال فاروق وردک بانی مکاتب خیالی، چکری دزد پول حجاج، غالب دزد روشنایی با اتهامات و میلیونی و اختلاس، کشور را به قصد خارج ترک نمودند که اخیراً توسط کمیسیون دعوت امارت اسلامی فراخوانده شدند. این روال عمر امارت اسلامی گروه طالبان را کوتاه‌تر می‌کند و هرگاه طالبان بخواهند به افراد تحصیل کرده، جوانان و خانم‌های فعال حق کار، اظهار نظر و اجازه فعالیت را بدهند، اینها به درستی می‌توانند خلای نبود فساد پیشه‌ها و سیاسیون بدنام را پر کنند و حتی برای مشروعیت نظام گام‌های ارزنده حکومتداری بردارند. جزیره‌های قدرت و فساد زیر چتر نظام جمهوری باعث مرگ نظام شدند. از برکت ایشان افغانستان رتبه اول مفسدترین کشور دنیا را از آن خود ساخت. فلهذا خوب است که به این پدیده نگاه جدی صورت گیرد. در غیر آن
ریسمان دوام حکومت طالبان گسسته خواهد شد و با قدرت گرفتن و نفوذ این چهره ها در بدنه حکومت نامشروع هم دولت را نامشروع تر می سازد و هم طرز تفکر آن اقلیتی را تغییر می دهد که در افکارشان امارت اسلامی را نظام ایدئال حکومتداری اسلامی می پنداشتند. فاروق وردک از وزیران جنجالی حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی بود. برگشتش به آغوش طالبان پرونده‌های گذشته او درباره فساد اداری و مالی را به یاد مردم آورده است. برخی مواضع سیاسی گذشته او را خاطر نشان کردند. از جمله این اظهاراتش در مورد طالبان: ما به نام گروه طالبان که یک تعریف متفقون علیه ملت افغانستان سرش موجود باشه من نمی‌بینم. قسمت بسیار بود. حالا ما او با آغوش کسانی رفته است که مدت نچندان دور به وجودش باور نداشت. او بار دیگر در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود که در ارگ کسانی هستند که افغانستان را به ISI فروختند. اما پر هر که هم خلق ناستی که نمونه باید دورسته افشا کم حقا دورسته چی جناب اجرات ما برای جمهور کرزی که موقع پونی واد افغانستان ده خرچول و ده مخنوی افغانستان خرچ و افغانستان پایسای بانده خرچ و او پیسی مخی اخستره و زیب چی چا پیسی ورکری پا دوبایی که حقا همزلارم دی پیسو تعدادیم را تا معلوم ده اوازون دو با وجود بیار. اکنون مردم میگویند این کسان را به خوبی میشناسند. فاروق وردک در چوکی های کلان حکومت های گذشته کار کرده، وزیر معارف دوران حامد کرزی بود، اما در آن زمان هم به فساد گسترده متهم شده بود. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در آن زمان اعلام کرده بود که در جریان کار آقای وردک در وزارت معارف صدها مکتب خیالی در افغانستان ایجاد شده است. چقدر خوشایند گفته سیب و انار و بیهی به ترتیب لف و نشر دل را و معده را و جگر را مقویست. این گفته هایش هم باری برد زبان همه و مایه طنز و شوخی شده بود. کابل که تقریبا 1 میلیون نفوس دارد الحمدلله به شکل جمعی 1,127,000 متعلم داریم. حرف های از این دست بارها از سوی او در رسانه ها باستابه گسترده داشته. اینجا هم دانش آموزان را تهدید می کند. من بعد اگر من پیدا کنم کسی بگوید که من مسموم شده ولی شفاخانه به اثبات نرسانه که مسمومیت است، ما هم متعلم هم اجازات میکنیم، هم معلمش هم اجازات میکنیم، هم سرمعلمش هم اجازات میکنیم، هم مدیرش هم اجازات میکنیم. یکی از مصاحبه های جنجالی او هم این یکی است که گفته بود طالبان مکاتب را بستن نمی کنند. من میگم دوست عزیزمو بنامه پدیده طالب چیزی که موجود است همکار است، اما امروز مخالفین ما کلش طالب نیست. یک تعداد زیاد دزد و کوتاه طریق موجود است که تحت نام طالب کار میکنه. دوستای خبر شده بود که ما پس میرم از مت. حالا در سلسله برگشت سیاسین به افغانستان اخیراً به کابل برگشت و گفت هیچ جای دنیا خانه خود آدم نمیشود. عزت انسان در وطن خود است. انسان به غیر از وطن خود در جای دیگه معزز نیست، عزیز نیست. اما مردم میپرسند رفتن به دامان طالبان عزت است یا ذلت؟ فاروق وردک تا کنون پاسخ این سوال را نداده است. خاینام ما غلام فاروق است خود؟ غلام فاروق، ولد خاتمی، وظیفه وزیر دانست، وزیر معارف. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، در این بخش برنامه از گپ میخیزه مطلب دارم که رابطه مستقیم با گزارش یا تبصره روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان داره. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از یک مقام دولتی این کشور نوشته بود که طالبان به دلیل نقص تعهدات بین‌المللی به ویژه تعلیم و تربیت دختران فرصت به رسمیت شناخته شدن را از دست دادند. روزنامه به روز 13 ماه سرطان این مطلب را نوشته است که در ماه مارچ 10-12 کشور از جمله پاکستان در آستانه به رسمیت شناختن طالبان بودند، اما پس از عدول طالبان از تعهدات خود مبنی بر بازگشایی مکاتب دخترانه این کشورها از تصمیم خود صرف نظر کردند.
مقام پاکستانی تاکید میکند که طالبان افغان تنها به خاطر این فرصت از دست رفته سرزنش میشوند. روزنامه اعلام میکند که در ماه جون آنالنا بیوربرگ وزیر خارجه آلمان در جریان سفر به اسلام آباد گفت که طالبان رنج و گرسنگی باور نکردنی برای افغانستان به بار آوردند و این کشور جنگ زده را در مسیر اشتباه و سقوط کامل سوق می دهند. دیدگاه صریح وزیر خارجه آلمان تنها یک نمونه از موضع قدرت های جهانی درباره حاکمیت طالبان در افغانستان و امکان تعامل یا تقابل با آن است. کشورهای دیگر نیز مواضع کمابیش مشابه در برابر طالبان دارند، از جمله امریکا که همچنان حاضر نیست میلیاردها دلار پول افغانستان را در اختیار طالبان قرار دهد و رهبران طالبان به صراحت اعتراف کردند که بحران اقتصادی جاری در کشور ناشی از تحریم های امریکاست. با این حال در کابل هیچ اتفاق قابل انتظاری برای پایان دادن به تحریم و انزوا رخ نمی دهد. رهبران طالبان همچنان با سرسختی در برابر جهان موضع می گیرند. سخنرانی اخیر منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر مذهبی طالبان در جرگه علما همه امیدها در این زمینه را به یأس مبدل کرد، زیرا او گفت هرگز امکان آشتی و سازش میان اسلام و کفر وجود ندارد و به تعبیر او حتی اگر آنها هدف بم اتمی هم قرار بگیرند از دیگران دستور نمی گیرند و به دستور خارجی ها عمل نمی کنند. صرف نظر از این که آیا حالا پاکستان به مثابه یک کشور خارجی چقدر در تعیین سیاست های رهبران طالبان نقش دارد یا ندارد، این واقعیت که حتی پاکستان هم حاضر نیست به طور رسمی رژیم کابل را به رسمیت بشناسد، دورنمای روابط طالبان با جهان را همچنان تار و تیره نشان می دهد. انتظار می رفت در نشست اخیر علما یا ملاها و بزرگان قومی که به دستور طالبان برگزار شده بود تصمیمات و فیصله های صورت بگیرد که راه را برای تعامل سازنده رژیم طالبان با جامعه جهانی باز کند. اما طوری که دیدیم این نشست چیزی جز یک تلاش ناکام و نخنما شده برای تبلیغ مشروعیت داخلی برساخته و بی‌بنیاد نبود. این در حال است که حداقل انتظاری که از این تصویب و بازگشایی مکاتب دختران را بود تا سرنوشت صدها هزار دختر متعلم از ابهام و تاریکی نجات یابد و جانب دیگر کشورهای جهان گامهای اولیه برای برسمت شناختن رژیم طالبان را بردارند. به نظر می رسد که در پی برایند نشست اخیر ملاها و بزرگان قومی تحت امر طالبان و نیز با توجه به محتوای تند و تنش آلود سخنان منصوب به هبت الله در همان نشست، حالا توپ در زمین جامعه بین‌المللی است، زیرا طالبان نشان دادند که اراده برای تغییر ندارند و پاسخشان به مطالبات و انتظارات جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ کاملا منفی است. بر این اساس جهان باید درباره تعامل با طالبان یا تقابل با طالبان تصمیم بگیرد. اینکه آیا بدون توجه به مطالبات خود از طالبان و به ویژه در زمینه تشکیل دولت فراگیر، تامین حقوق و آزادی اقلیت‌های قومی و مذهبی، کار، آموزش و آزادی زنان و دختران و مهمتر از همه قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی فراملیتی راه تعامل یک جانبه را در پیش می‌گیرد و از موضع کنونی خود عدول می‌کند، یا نه این مطالبات و پیش‌شرط‌ها را خط سرخ خود می‌داند و در صورتی که طالبان نرمش و سازش نشان ندهند گزینه‌های دیگری را فعال خواهد کرد. با توجه به این ارزیابی نشست اخیر علما، ما بهتر است بگویم که نشست اخیر ملاها، بزرگان قومی و سردسته های طالبان در کابل، پاسخ آشکار به جامعه جهانی این است که به بسیاری از ابهامات
در زمینه احتمال تغییر طالبان صریحا جواب منفی باید بدهند. بنابراین جهان باید بزودی در این باره تصمیم بگیرد و بلا تکلیفی و موقعیت مرزی و معلق حاکم بر روابط طالبان و جامعه جهانی یک بار برای همیشه پایان دهد. دوستان ارجمند، بینندگان نهایت گرامی، عده زیاد از هموطنان ما شاید از ما خسته شده باشند، حتی پیام های به ما از طریق فیسبوک میفرستند که صحبت زیاد میکنی و گپایتان هیچ فایده نداره. اما اقلا من خودم میتونم به این شکل آنچه در دلم به اصطلاح غوره کرده او را بیرون کنم. نهایت برای نسل نو افغانستان، برای هموطنان ما که در داخل افغانستان زندگی میکنن، برای آنهایی که قرار است مورد تهاجم فکری و فرهنگی رژیم طالبانی قرار بگیرن، برای آنهایی که ضرورت به رهنمایی دارن، این مطالب، این تبصره ها و این گزارش ها بسیار مؤثر است. زیرا آینده افغانستان در دست ما و شما نیست، آینده افغانستان در دست آنهاییست که در شرایط خفقان فعلی زندگی بسیار مرگبار را تجربه میکنند. در جمله صحبتهایی که من امشب یا امروز خدمت شما تقدیم کردم، آنچه را باید بر شما عرض برسانم و بر شما هم ثابت شده باشه که طالبا به هیچ قانون، به هیچ قرارداد، به هیچ موافقتنامه و حتی به قسم و به سوگند خود وفادار نیستند. فیر 5 راکت از خاک افغانستان، از مرز افغانستان و ازبکستان، منطقه بندر حیرتان به سوی ازبکستان، نشان داد که طالبان حتی در برابر دوستان خود هم از ظلم و تعدی و تجاوز خودداری نمی کنند. بروز سه‌شنبه 14 ماه سرطان 5 راکت از افغانستان به خاک ازبکستان پرتاب شده است. به گفته دولت ازبکستان، هنگام برخورد این راکت ها انفجار رخ نداد و در نتیجه این حادثه تلفات انسانی در پی نداشت. اما تصاویر دیوارهای منازل مسکونی نشان می‌دهد که در اثر اصابت راکت تخریب شده است. سخنگوی طالبان هم ادعا کرد که این اقدام از سوی کسانی صورت گرفته که می‌خواهند فضای بی‌اعتمادی میان افغانستان و ازبکستان ایجاد کنند. او عاملان این حملات را شریر خواند و افزود که آنها دستگیر و مجازات خواهند شد. مجاهد تأکید میکند که ما بار دیگر به کشور برادر خود ازبکستان اطمینان میدهیم. در این حال سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم در یک پیام توییتری گفته است مسئولین امنیتی بلافاصله به محل شتافته و جستجو را آغاز کردند و تلاش‌های جدی در منطقه برای شناسایی و بازداشت عاملان این حادثه همچنان ادامه دارد. این در حالی است که پیش از این در ماه اپریل نیز داعش ادعا کرده بود که از قلمرو افغانستان خاک ازبکستان را هدف حمله راکتی قرار داده است، رویدادی که البته ازبکستان را تکذیب کرد. اما تیارات جنگی ازبک ها در امتداد نوار مرزی دو کشور به پرواز در آمدند. وزارت خارجه ازبکستان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه تایید کرد که 5 موشک به شهر مرزی ترمز اصابت کرده است. ازبکستان میگوید این موشک ها احتمالاً از خاک افغانستان پرتاب شدند. در بیانیه آمده که این حملات تلفات انسانی در پی نداشت اما خساره های به 4 خانه وارد کرده است. گفته شده است که گلوله 5 در محوطه یک زمین فوتبال فرود آمده است. ازبکستان گفته است که مقامات این کشور با طرف افغان در حال اقدامات لازم هستند تا علت این حادثه را شناسایی کنند.
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آثار از اصابت موشک‌ها بر دیوارها و زمین یک خانه روستایی دیده می‌شود. در قسمت از ویدیو دیده می‌شود که جت‌های جنگی ازبکستان بر آسمان منطقه با پرواز درآمده است. این نخستین بار نیست که حملات موشکی از خاک افغانستان به همسایه‌های شمالی این کشور خبرساز می‌شود. در اواخر ماه حمل، حمله موشکی از خاک افغانستان به شهر ترمز تاجیکستان در رسانه‌ها منتشر شد. هرچند مقامات ازبکستان در آن زمان اعلام کردند که این گزارش‌ها صحت ندارد، اما شاخه خراسان داعش با انتشار اعلامیه مسئولیت این حملات موشکی را بر عهده گرفت. در ماه سور رسانه‌ها گزارش دادند که 7 موشک از ولسوالی خواجه قار ولایت تخار در شمال افغانستان به سوی تاجیکستان شلیک شده است. منابع محلی در قندهار میگویند طالبان مرد را بازداشت کردند که با فریب زن نکاح شده مرد دیگر را به عقد خود درآورده است. یک منبع معتبر محلی طالبان در قندهار روز چهارشنبه 15 سرطان میگوید که شوهر خانم نکاح شده در ایران به سر میبرد و مردی که به تازگی با زن عقد کرده ابتدا به این زن مواد نشاور داده و سپس با وی نکاح کرده است. با گفته این منبع، این زن که دارای 2 فرزند است قرار بود با مرد فریبکار در بدل 400,000 افغانی به پاکستان برود. این زن باشنده اصلی ولایت هرات است. منبع میگوید مردی که تازه با این زن نکاح کرده است از سوی طالبان بازداشت شده و اکنون در زندان طالبان به سر میبرد. منابع محلی در فاریاب میگویند که در نتیجه واژگون شدن یک رنجر طالبان، 2 طالب کشته و 10 طالب دیگر زخمی شده است. منابع محلی از ولایت فاریاب میگویند که این رویداد پیش از شاشت روز چهارشنبه 15 سرطان در ولسوالی شیرین تگاوین ولایت اتفاق افتاده است. با گفته منابع محلی، قربانیان این رویداد مربوط به طوله جمعه بازار این ولایت می شود که موتر عاملان در مسیر شیرین تگاو از جاده منحرف و واژگون شد. همزمان با تشدید درگیری ها میان نیروهای اوکراین و روسیه، مقام های 20 کشور بزرگ جهان در اندونزیا گرد هم می آیند. رسانه های بین المللی گزارش دادند که مقام های 20 کشور جهان این هفته قرار است جنگ اوکراین و امنیت غذایی را مورد بررسی قرار دهند. اسوسییتد پرس روز چهارشنبه 6 جولای گزارش داده است که گفتگوهای وزیران خارجه 20 کشور بزرگ جهان ممکن است به جای وحدت و تفاهم به اختلافات بیشتر بر سر جنگ اوکراین منجر شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگی وزیر خارجه چین قرار است در نشست G20 در تفرجگاه بالی اندونزیا شرکت کنند. دستور رئیس جمهور کره جنوبی برای پاسخ سریع به اقدامات کره شمالی. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی به نیروهای مسلح دستور داد در صورت انجام اقدامات تحریک‌آمیز از سوی کره شمالی به سرعت و شدت آن را تلافی کنند. با گزارش رشدوده پس از دیدار یون با فرماندهان ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی در 160 کیلومتری جنوب کره شمالی، دفتر رئیس جمهور اعلام کرد، رئیس جمهور تاکید کرده است که رسالت ارتش دفاع از جان، مال، راضی و حاکمیت مردم به هر قیمت است و باید قاطعانه عزم خود را برای این امر نشان داد. تکرار این رویداد در حالی که پیش از این خاک تاجیکستان نیست از ولایت تخار هدف حمله راکتی داعش قرار گرفته بود و رویدادهای مشابه در مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان هم منجر به مرگ شماری از نظامیان پاکستانی شده بود. تردیدها در مورد اراده یا توانایی طالبان در مهار تروریسم و ممانعت از تبدیلی افغانستان به کانون ناامنی های منطقه‌ای را افزایش می دهد. اخیراً همچنان گزارش شد که یک دگرمن نظامی ایران نیز در مرز مشترک با افغانستان از سوی آنچه در ادبیات امنیتی ایران اشرار توصیف می شود هدف قرار گرفت و کشته شد. در پی این رویداد هم ایرانی ها و هم طالبان تلاش کردند از انتصاب مسئولیت آن به طالبان جلوگیری کنند، کاری که ظاهراً ازبکستان و طالبان نیز به دنبال حمله راکتی اخیر داعش در حال انجام آن هستند. اما این واقعیت را به سادگی نمیتوان انکار کرد که گروه های مانند داعش از توان لازم به منظور بدام ساختن در داخل کشور برخوردارند و سوی دیگر با توسط به حربه حملات راکتی به کشورهای همسایه تلاش می‌ورزند تعهد طالبان
مبنی بر عدم حمله از خاک افغانستان بر کشورهای دیگر را نیز به اعتبار سازند و روابط کشورهای همسایه با دولت طالبان را خراب کنند. عکس‌العمل‌های سریع و گسترده مقامات طالبان به حمله راکتی اخیر منصوب به داعش بر خاک ازبکستان هم نشان می‌دهد که طالبان هرگز مایل نیستند این برنامه جدید به سرانجام برسد. به همین دلیل به تلاشند تا افزون بر تقویت تمهیدات امنیتی به منظور مقابله با داعش به سوی ازبک‌ها هم اطمینان دهند که آنها بر تعهدات پیشین خود پایدارند و از تمام تلاش و توانشان برای مهار این گونه وقایع استفاده خواهند کرد. با این وجود تکرار این و رویدادها از نظر سیاسی و تبلیغاتی طالبان را در موقعیت بسیار ضعیف قرار می‌دهد و نگرانی کشورهای همسایه و منطقه در مورد توانایی آنها در مهار تروریسم و استقرار نظم و امنیت و ثبات در کشور را دوچندان می‌کند. آیا حملات راکتی اخیر نشان می‌دهد که طالبان حتی در عرصه تبلیغاتی هم جنگ را به داعش واگذار کردند؟ در حال حاضر پاسخ قاطع و سریع برای این پرسش وجود ندارد. اما اگر در آینده بار دیگر شاهد تکرار رویدادهای مشابه باشیم، این پرسش با جدیت بیشتر مطرح خواهد شد. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، و در اینجا میرسیم به پایان برنامه از گپ گپ میخیزه امشب. امیدوارستم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، ساعتی دیگر و موضوع یا مطلب دیگر، همه شما را به خدا می‌سپارم. خداوند یاری آور همه ایتان.
رادیو افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان‌ها در خارج از کشور.